خیلی خوب، ایمان و کفر، اون چیزی بود که جلسه قبل استاد به ما درس دادن. خوشبار اونا که ایمان دارن و بدا به حال اونا که کافرن. کافر یعنی کسی که خودشو از رحمت خدا دور کرده، خودشو پوشونده. چقدر بد، کاش ما اینجوری نباشیم. فکر کردن، اون هم به چیزهای خوب، تفکر کردن درباره موضوعات زیبا، بعد تو مسیر کارهای خوب قرار گرفتن. مفاهیم قرآن اینها رو میخواد به ما یاد بده. تفکر کردن در مورد اتفاقاتی که میفته، در موردی که ما اصلا اختیار داریم، میتونیم راحت فکر کنیم. خودش یه نکته یه دیگه، ما اجازه داریم فکر کنیم، خدا ما این اجازه رو داده. همه اینها رو از قرآن کریم در میاریم و متوجه میشیم و مفاهیم قرآن ما رو به این سمت که به سمت ایمان حرکت بکنیم راهنمون میشن. خوش به حال شما که با برنامه شمس همراهید و سر کلاس درس مفاهیم حاضر میشید و مفاهیم قرآن رو یاد میگیرید. ممنونیم از شما. بریم سر کلاس. بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام عرض میکنم. همطور که میدونید به 20 جلسه آموزش مفاهیم رسیدیم. در این درس با عنوان دلایل روشن به سراغ آیاتی از قرآن کریم میریم که میفرماید پیامبران با دلایل روشن به سوی مردم اومدن. خب خوبه مطابق معمول به آیه از آیات قرآن در این مورد توجه کنیم. پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد. آیه مشهوری است از سوره مبارکه حدید. خب من خواهش میکنم که لطف کنید جناب آقای عباس زاده، شما امروز برای ما آیات رو سطر به سطر بخونید و بچه ها هم پاسخ میدن. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. احسن. بچه ها جواب بدید بلند و هماهنگ. لقد ارسلنا خیلی ممنون. سطح دوم. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. بسیار خوب. بفرمایید. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. متشکر. سطح آخر. لیقوم الناس بالقسط. احسنت. بفرمایید. لیقوم الناس بالقسط. خیلی متشکر. خب بریم ببینیم که کلمات جدید این آیه چی هستش. 4 کلمه جدید داریم. اولیش یقومو. یقومو یعنی چی؟ بلند میشود یا اقدام میکنن. بچه کی میتونه بگه یقومو ریشش چیه؟ چه کلمات آشنا و هم خانواده‌ای داره؟ بفرمایید. آقای علی یاری شما میکروفونم به زحمت بردارید. بفرمایید. یقومو قیام. قیام، بله، قیام از همین کلمه است. آفرین. دیگه چی؟ قائم. قائم، آفرین. بله، قائم یعنی چی آقای عیاری؟ ایستاده. ایستاده، از القاب مبارک حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی ممنون، بسیار خوب. کلمه بعدی مع. مع یعنی چی؟ با، همراه. بله، هم با معنا میشه هم همراه. خیلی ممنون. میزان یعنی چی؟ ترازو، وسیله سنجش. بله، میزان هم به معنای ترازوه هم به معنای کلی و عام، چیزی که با اون مسائل دیگر رو میسنجن، معیار سنجش. بسیار خوب. و بالاخره کلمه قسط یعنی چی؟ عدل و داد. عدل و داد. بسیار خوب. خوب خیلی ممنون. حالا میخواییم عزیزان برامون این آیه زیبا و کلیدی قرآن کریم رو معنا کنن. کی معنا میکنه؟ آقای بیدی. آقای بیدی شما لطف بکنید کلمه به کلمه همین سطر اول رو برامون معنا کنید. قشنگ میکروفونو. بله ممنون. بفرمایید. و قطعا. و هم داره آقای بیدی؟ قطعا. آفرین.
قطعاً فرستادیم آفرین پیامبرانمان را آفرین با دلایلی روشن آفرین با دلایل روشن بالبینات از چند کلمه تشکیل شده؟ آقای بیدی خودتون بفرمایید بالبینات اون دیگه الف و لام بینات رو نگید یکی ب یکی هم بینات ب یعنی چی؟ ب یعنی چی؟ آقای سلیمیان شما بفرمایید بی زحمت میکروفون بدید آقای سلیمیان آقای سلیمیان ب یعنی چی؟ ب به وسیله آفرین آفرین ب یعنی ب همون ب که تو فارسی میگیم یا به وسیله گاهی هم ب رو با معنا میکنیم همینجا قطعا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل آشکار خب خیلی ممنون آقای سلیمیان شما که میکروفون رو هم در اختیار دارید یکمی هم بالاتر بگیر میکروفون رو خیلی ممنون میتونید سطح دوم هم برامون معنا کنید و نازل کردیم با آنها یا همراه آنها آفرین کتاب و معیار سنجش آفرین آفرین و نازل کردیم همراه آنها یعنی همراه کیا؟ پیامبران این هم به رسولنا برمیگرده آفرین همراه پیامبرانمون کتاب و میزان رو منظور از کتاب چیه؟ قرآن قرآن یا کتاب‌های آسمانی قبل چون همه پیامبران هستن میزان یعنی چی؟ میزان معیار سنجش یعنی در کتاب‌های آسمانی خداوند با نشان دادن حق و راه حق معیارهای سنجش امور ما یاد داده که بتونیم بسنجیم حق چیه باطل چیه درست چیه نادرست چیه خب خیلی ممنون این آیا قسمت آخر هم میتونید معنا کنید آقای سلیمیان بفرمایید تا برپا دارن برخیزن مردم به عدل و داد بله آفرین تا مردم به پا خیزند یا اقدام کنند به قسط و عدل در واقع خداوند راه رو نشون داده تا خود مردم به این کار اقدام کنند این همونطور که عرض کردم نکته خیلی مهمی است در این آیه چیه آمده خب خیلی ممنون بریم آیه بعد خب خیلی متشکر آیه عباس‌زاده لطف میکنید برامون باز این آیه رو بخونید سطر به سطر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ احسن پاسخ بدید وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ احسن آیه عباس‌زاده وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ خیلی ممنون جواب بدید بچه‌ها وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ خیلی متشکر خب ببینیم که این آیه شریفه چند تا کلمه جدید داره؟ دو تا داره اولیش یکفرو یعنی چی؟ انکار میکنه بچه ها یکفرو کلمه هم خانوادش چیه؟ همه با هم بگید کافر بله کافر خود کفر بله کفر در واقع مصدر یکفروه چون ما کفر رو در فارسی به کار میبریم همین هم تو معنا آوردیم خیلی هم خوبه کفر کافر بسیار خوب و کلمه بعدی فاسق فاسق یعنی چی؟ منحرف بله کسی که از راه حق منحرف شده خب حالا برای ما کدومتون این آیه رو برای ما معنا میکنید؟ خیلی ممنون جناب آقای علی اکبر لطف کنید میکروفون رو بگیرید خیلی متشکر کلمه کلمه معنا کنید و قطعاً نازل کردیم بلندتر آقای و قطعاً نازل کردیم به سوی تو آیات و نشانه های روشن رو آفرین آیات و نشانه های روشن رو بسیار خوب بعدش و کفر نمیورزند به آن مگر افراد منحرف آفرین بسیار خوب خیلی ممنون متشکر خب یه سوالی از خدمتتون دارم بچه ها آیات بینات معناش چی بود؟ یا خود بینات هم میگیم چی؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بالبینات بینات یعنی چی؟ دلایل روشن دلایل روشن یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ آقای قیصری شما لطف میکنید بفرمایید دلایلی که واسه همه قابل فهمه همه بله بله دلایل روشن دلایل واضح یعنی همه مردم میتونن چی اونو دریافت بکنن
این خیلی مهمه که قرآن میگه ما پیامبران رو با دلایل و مسائل پیچیده که افراد متوجه نشن لازمه برن یه جای درس بخونن بعد بیان حرفای پیامبران رو بفهمن، نه اینجوری نبوده، بلکه پیامبران سخن و راهی رو برای مردم آوردن که هر فردی با عقل سلیم با قلب آماده توجه میکرد اون رو دریافت میکرده. خب حالا یه نکته جالبی تو این آیه اومده، چه کسانی به آیات و دلایل روشن پیامبران ایمان نمی آورند؟ کیا؟ کی میتونه بگه؟ نگاه کنید، کیا ایمان نمی آورند؟ کفر میورزن. آقای علی اکبر بی زحمت میکروفون بگیرید. فاسقون. بله؟ فاسقون یا افراد منحرف. آفرین. فاسقون یعنی اونایی که منحرفن، گناهکارن، از مسیر طبیعی تقوای الهی دور افتادن، اونا ایمان نمیارن. اما بقیه مردم چون دلایل پیامبران روشن، قابل قبول و قابل فهمه ایمان میارن. جالبه که در آیات دیگه هم میبینیم که معمولا میفرماید که مجرمین، فاسقین، ظالمین، اونا ایمان نمیارن. خب انشالله که ما در واقع از این گروه نباشیم، بلکه با عقل و قلب سلیم به آیات الهی، آیات قرآن کریم توجه کنیم، به اونها ایمان بیاریم و اونها رو در زندگی خودمون عملی سازیم. خب باز هم به پایان یکی دیگه از برنامه‌های آموزش مفاهیم رسیدیم. انشالله میهمان شما هستیم و در این پایان برنامه با یک صلوات زیبا. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوبه ها، شما برنامه شمس رو میبینید، اما یه نکته خیلی مهمه، اینو همه اساتید تاکید میکنن، استاد یاریگل بارها گفتن، استاد وکیل بارها گفتن که چی؟ تمرین. کلاس ما 20 دقیقه است، اما بعدش باید خوب تمرین کنیم، که اگر تمرین نکنیم ممکنه خوب یاد نگیریم. من میدونم شما تمرین میکنید، میدونم که پیگیر برنامه شمسه هستید و خدا رو شکر میکنم. اگه مطلبی دارید، نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید، به روابط عمومی شبکه قرآن اعلام بکنید. اگر دوست دارید خلاصه برنامه‌های گذشته رو ببینید، به سایت شبکه قرآن مراجعه کنید و ببینید و لذت ببرید. خدا رو شکر دارید یاد میگیرید قرآن رو، پس برنامه شمس رو فراموش نکنید، هر روز دنبال کنید برنامه شمس رو. منتظرتون هستیم. خداحافظ.